سلام مجدد دارم خدمت همه شما عزیزان. به سلسله درس های قبلی بحث پتولوژی خود نخرمیر ادامه میدیم انشاءالله. هفته 33 و شما عنوان درس تفریط فعالیت خود نخرمیر یا هایپو پیتوتوریزم میگنید. هایپو یعنی کم، تفریط. پیتوتوریزم یعنی پیتوتری گلند یا قده نخامیه. وقتی که قده نخامیه کاهش افراز هورمون ها داشته باشه به نام تفریط فعالیت میشناسن. ما شما پیشتر بخوندیم نه اینجا متوجه باشیم که قده نخامی 5 هورمون تولید میکرد: TSH، پرولاکتین، SETH، گروت هورمون، FSH و LH. هرگاه اینا زیاد تولید می شدم هایپر پیتوتریزم میگن. اگر این هورمون ها کم تولید شد میگیم هایپو پیتوتریزم. این دلیل از اینکه کم تولید میشه امروز خود شما انشاءالله ارزیابی میکنیم. هایپو پیتوتریزم یا تفریط یا کاهش فعالیت غده نخامیه. هرگاه 75% نسج پارانشیمال یا نسج خود غده نخامیه تخریب شه، مریض به سمت هایپو پیتوتوریزم میره. یعنی 75% پارانشیم باید وجود نداشته باشه تا زمانی که مثلا فرض کنیم یک مریض 50% قده نخامی رو از دست میره، بازم 50% دیگه تمام فعالیت ها رو انجام میده. صحیح شد؟ به اون خاطر، به خاطر از اینکه مریض هورمونای قده نخامی به سمت کمکاری بره یا قده نخامی هورمون ها کم تولید بکنه، باید 75% پارانشیم خور از دست بده. میتونه این مشکل، این مشکل 75% تخریب خود نخامی ولدی باشه یا کسبی باشه. میشه ولدی باشه یا کسبی باشه، یا میتونه یک تومور اینجا رشد کنه، تومور رشد کنه که تخریب کنه. صحیح شد؟ تومور رشد کنه که تخریب کنه، یا به شکل جراحی اورور دارم عملیات ضرورت شده قسمت قاعده دماغ قده نخامی هم برداشته میشه، یا ای که رادیشن یا شعاع اشعه درمانی میشن، بعضی مریضان شعاع میگیرن، این میتونه تخریب بکنه. پس به این لحاظ میتونه انواع متعدد از دلایل مثل تومورها، عملیات های جراحی، تششعات و همچنین اسکیمی ها، کاهش خونرسانی، نه اینا میتونه چکار بکنه؟ مثلا سادن هموراج، مریض یک دفعگی به زور خونریزی پیدا میشه، خونریزی پیدا میشه، کاهش خونرسانی به نخامیه، و بعد از او چکار میشه؟ سبب نکروز خود قده نخامیه میشه که شایع‌ترین نکروز قده نخامیه به نام شیهانز سندروم میگن. شیهانز سندروم چیه دکتر صاحبا؟ خانم عامله، زمانی که خانم عامله قده نخامیه به خاطر از اینکه پرولاکتین تولید میکنه هایپرتروفی میکنه، کلون میشه، بزرگ میشه، و قده نخامی بزرگ به خون بیشتر ضرورت داره، باید خون بیشتر بگیره. و مریض در حین ولادت فرض کنیم که چکار میشه؟ یک دفعه خون ریزی ایجاد میشه برای یک دفعگی. این قده بزرگ شده که نیاز به خون رسانی زیادتر داره، مروض به اسکیمی میشه. وقتی که اسکیمی دوچار شد سبب نکروز میشه. همی پست پارتوم اسکیمیک نکروزر به نام شیان سندروم میگن. پست پارتوم یعنی بعد از ولادت. اسکیمیک نکروز یعنی نکروز یا از بین رفتنی که به اثر کمخونی ایجاد میشه، اسکیمیک یا کاهش خونرسانی ایجاد میشه. این واضحه دیگه، به خاطر از اینکه قده بزرگ شده، هایپرتروفی کرده، پرولاکتین چون تولید میکنه، یعنی شیر خانم عامله تولید میکنه، به خاطر اگر زایات خونی داشته باشه و یا خونریزی داشته باشه یا به هر دلیل پاکت وعی کم بشه، میره به سمت نکروزیز. این به نام شیهان سندروم میگن. خب به هر دلیلی فرض کنیم غده نخامیه فعالیت کم شد یا افراز هورمون های کاهش پیدا کرد، چه کار میشه؟ اگر گروت هورمون کم، چون کمه نه، وقتی که غده نخامیه هورمون ها کم بشه، از این جمله هورمون گروت هورمونه کاهش پیدا میکنه، مریض به نام پیتوتری دوارفیزم میگم و طفل رشد نمیکنه. صحیح شد؟ یک کتولهی ایجاد میشه. دوارفیزم یعنی کتولهی، پیتوتری دوارفیزم یعنی دوارفیزمی که منشأ قده نخامیه.
چون هورمون رشد کمه، به خاطر رشد به شکل خوبی صورت نمیگیره. و نزد مریضا FSH و LH هم دیگه وجود نداره، به او خاطر امینوری و انفرتیلیتی وجود میاد، تخمه آزاد نمیشه و خانم عادت ماورم نمیشه چون FSH و LH وجود نداره. و همچنین TSH و SCTH هم کمه. اینا هم که کم بود، خود طبعا دیگه مریض عراض علایم هایپوتایرویدیسم و هایپرادرنالیزم داره، مریض هم سطح کورتیزول پایین میاد، هورمون های فوق‌الکلیه و هم تایروئید و کل هورمون ها کاهش پیدا میکنه. و همچنین یاد شما باشه که MSH چیه؟ این MSH به نام ملانوسیت استیمولیتینگ هورمون میگن. مواد پیسازی که برای SCTH به کار میره، همون مواد برای MSH هم به کار میره. یعنی خود نخامیه مملو از ملانوسیت استیمولیتینگ هورمونه. حجراتی که ملانوسیت ها یا حجراتی که رنگ در جلد تولید میکنن، اونا رو تحریک میکنه، رنگ ساختن، رنگ سازی تحریک میکنه. و به خاطر مریضای هایپوپیتیتوریزم هم جلدای خاصف و رنگ پریدی دارم. چرا؟ چون ملانوسیت ها دیگه تحریک نمیشه که رنگ بسازه. به او خاطر اعراض و علائم اینا متفاوته. پس بفهمیدین دکتر صاحبا که همین پنج هورمونی که ما شما ادم تکرار کردیم، من قسطن هر دم میارم هورمونا که به یاد ما بیه و حفظ بکنیم. وقتی که کاهش افراز داشته باشیم از اینجا، از انتریور پیتوتوری گلند، TSH کمه. وقتی که TSH کم بود، تایروید استیمیلیتینگ هورمون کم بود، تایروید دیگه وظیفه انجام دادن نمیتونه، هایپوتایرویدیسم میگیم. پرولاکتین کمه، دیگه مریض شیر نمیتونه بدنه. SCTH کمه، مریض سطح کورتیزولی و پایین میایه. گروت هورمون کمه، مریض دوارفزم میشه، کتوله میمونه. FSH و LH هم کمه، وقتی که دو تام کم بود، مریض به بلاغت نمیرسه و FSH تخمه آزاد میکنه، LH هم رو پختگی میرسونه. ای زمانی که این دوتا نبود، خب طبعا دیگه ما مسائل جنسی هم خانم بی بهره میشه. پس این به نام هایپو پیتوتوریزم میگیم، اصطلاح مشهوری هایپو پیتوتوریزم. خب بحث چیز هورمون های غده نخامیه تمام شد، البته فوس قدامی رو حسه کنیم، هورمون هایی که از اینجا افراز میشد. ما و شما از پوستریور تا هیچ گپ نزدیم. فوس خلفی خود قده نخامی هم دو تا هورمون تولید میکنه، اکسیتوسین تولید میکنه و ADH. ADH می اسمی هست انتی دیورتیک هورمون. صحیح شد، انتی دیورتیک هورمون. ما و شما اگه یاد ما باشه فوس خلفی به نام چی یاد میکردیم؟ به نام نیرو، به نام قسمت عصبی یاد میکردیم. صحیح شد، قسمت نیرو هایپوفیزیس میگفتیم. فوس قدامی به نام چی یاد میکردیم؟ به نام ادینو هایپوفیزیس میگفتیم. نیرو هایپوفیزیس یا قسمت عصبی. چرا نیرو هایپوفیزیس میگیم؟ نیرو هایپوفیز به چی معنیه؟ سکنیم ما در هایپوتلموس ساختمان های داریم به نام سوپرا اپتیک نوکلیوس، هسته های سوپرا اپتیک و همچنین پاراوینتریکولر. پاراوینتریکولر، سوپرا اپتیک و پاراوینتریکولر، این چه هسته های یک عقدات عصبیه که جسم همی نیورون ها به این چه اکسون ها اینا پین میایه، پین میایه میایه تا قسمت خلفی. جسم خود این نیورون ها در وینتریکول، پاراوینتریکولر، عقدات پاراوینتریکولر و خود سوپرا اپتیک و اکسون های او، یا مو میشناسیم اکسون، نه اکسون یا جسم، بعد از جسم اکسون و دندریت ها میشه به اینجی میایه. یعنی به این چه خوب واضح معلوم میشه به این اکس سه کنه. یعنی این جسم، این جسم، این اکسون های سه کنه، اکسون ها در پوستریو میایه تا به قسمت آخر. متوجه شدیم؟ ولی ما به انتریوری تا بحث نداریم. میبینیم حجرات داریم اینجی، اویه داریم و نیورون ها به اینجی ختم میشن، ولی به پوستریور به اون خاطری میگیم نیورو هایپوفیزیس میگیم یا قسمت عصبی. خب اینا چی وظیفه دارم دکتر سابا؟ اینا وظیفه ترشح دو هورمون دارم، اکسیتوسین و ADH، انتی دیوریتیک هورمون. حالا خود شما میخونیم که اینا چی وظایف انجام میدن. انتی دیوریتیک هورمون، جسم حجرات انتی دیوریتیک هورمون به هسته سوپرا اپتیکه. سوپرا اپتیک یک هسته به داخل دماغ که اونجی وظایف متعددی داره، از او جمله
یک وظیفه چیه؟ ADH تولید میکنه. ADH ADH تولید میشه، صحیح شد؟ ADH اگر ADH تولید نشه چه کار میشه؟ انتی دیورتیک هورمون. این نمیگذاره که ادرار زیاد بکنه ما. انتی دیورتیک هورمون، انتی دیورتیک یا وازوپرسین هم اکسیتوسین یا وازوپرسین نه؟ انتی دیورتیک هورمون ضد ادرار، یعنی ادرار نمیگذاره زیاد داشته باشیم ما. اور باعث جذب مایات میشه. در کجا؟ در کلکتینگ تیوب ها، در تیوب های جمع کننده گرده سبب جذب آب میشه. این وظیفه از یمینه. انتی دیورتیک هورمون سبب جذب آب در کلکتینگ دکتا میشه. اگر همین نباشه مایات ادرار تره میشه. به خاطر مریض میتونه چکار بشه؟ مریض دیابتیک انسیپیدوس میگیره، یعنی دیابت بیمزه. یعنی چی؟ مریض اعراض و علائم دیابت داره ولی قند خونی نرماله، زیاد به ادرار میره، زیاد او مینوشه. متوجه شدیم؟ کسی مشکوک میشه میگه که حتما دیابت داره، قند خونه که چک میکنه میبینی نرماله. چرا زیاد آب مینوشه؟ چون وقتی که آب از دست بده گرده ها نتونه جذب کنه، خب مجبور آب بدن کم میشه و مریض باید آب بنوشه. پس مریضای انتی دیوریتیک هورمون که کم داشته باشم، مریضای که ADH کم داشته باشم، بر مشکلی که مایه باشه در فوس خلفی قده نخامیه می ساخته میشه. نباشه مریض میگیم میره به سمت دیابتیک انسیپیدوس یا دیابت بیمزه. خب طوری که پیشتر گفتم دکتر صاحبا، ADH به دو قسمت تاثیر میکنه. از فوس خلفی قده نخامیه، از فوس خلفی قده نخامیه آزاد میشه، وارد دوران خون میشه، وارد دوران خون شد میره به گرده و سبب جذب آب میشه. اگر مشکل به اینجی باشه، تولید از این مشکل داشته باشید، به نام سنترال دیابتیس دیابتیک انسیپیدوس میگیم، یا مرکزی ADH میگیم، در مرکز، در جایی که باید ساخته شه وجود نداره. اگر اینجی ساخته بشد، ریسپتور ندش به گرده، یعنی گرده نتونست او جمع بکنه، این به نام پریفرال یا نفروجینیک میگیم دیابتیک انسیپیدوس، صحیح شد؟ پس دیابت بیمزه دو دلیل داره، یا نفروجینیک دیابتیس انسیپیدوس، یا ای که سنترله یا مرکزیه. اگر ADH از مرکز، از نخامیه خوب تولید شد ولی ریسپتوری به گرده کار نکرد، میگیم نفروجینیک دیابتیس انسیپیدوس، صحیح شد؟ خب مریض وقتی که ADH تولید میکنه چیکار میشه؟ خب فرض کنیم مریض ADH تولید میشه ولی به گرده تاثیر نمیکنه، مایات زیاد را از دست میده. Excretion of large volume of of dilution urine with an appropriated low specific gravity. مریض مایات ادرار خیلی شدیدی داره، هر لحظه به جواب چای میره و ادرار هم خیلی شفاف و روشنه، یعنی وزن مخصوصی ادرار کمه، ادرار قلیز نیه، هیچ وقت ادرار مثل آب مقطر میایه. چرا؟ چون سطح او نظر به الکترولیت ها خیلی زیاده. برعکس خون چه کار میشه؟ قلیز میشه، ادرار رقیق میشه، خون قلیز میشه. یاد شما باشه در دیابت بیمزه چه کار میشه؟ وقتی که ADH نباشه خون قلیز میشه، اسمولاریتی خون بالا میره و ادرار چه کار میشه؟ رقیق میشه. خب یک هورمون دیگه که در فوس خلفی ایجاد میشه، نه به اینجا تولید میشه، چیه؟ فوس پوستریور فوسا یا فوس خلفی، اکسیتوسینه. اکسیتوسین چی وظیفه داره دکتر صاحبا؟ اکسیتوسین وظیفه او اینه، ای که از هسته و هسته خود همی جسم حجره به پاراونتریکولر، اینجا سه کنیم یعنی پاراونتریکولر، عقده پاراونتریکولر اکسونی او ایت انکشاف میکنه، میره به قسمت نخامیه. او که بودک ADH جسمی او به سپرا اپتیک بود، اکسیتوسین به پاراونتریکولره. اکسیتوسین در مردا سبب چی میشه؟ اکسیتوسین هورمون نشاط آوره، در مردا سبب تمایل جنسی و انتهاز میشه. اکسیتوسین سبب از این میشه که آلت نسولی مرد به آلت انتهاز داخل شه و این سلزت بره پیدا شه. و در خانم ها سبب چی میشه؟ حرکات چیزر عضلات ملسای رحم زیاد میکنه که طفل ولادت بشه. و همچنین در قسمت سینه ها یا سدیه ها، همون دکت ها یا قنات های شیری تقلص میده که شیر به بیرون به خارج ادایت بشه و طفل از او استفاده بکنه. پس اکسیتوسین در مردا سبب انتهاز و حس سرخوشی میشه، و در خانم ها سبب و انقباض عضلات رحم و چی؟ و راندن شیر در قنات های شیری میشه.
پس ما و شما بفهمیدیم که قسمت خلفی خود نخامیه دو هورمون تولید میکرد، انتی دیورتیک هورمون، انتی دیورتیک هورمون، صحیح شد، و اکسیتوسین. باشه که اینا رو من رنگه کنم. انتی دیورتیک هورمون و اکسیتوسین، این وازوپرسین هم میگم، اکسیتوسین هم میگم، صحیح شد. خب وظیفه انتی، وقتی که ADH دکتر صاحب کم باشه، ادرار رقیق خون قلیز، برعکس ادرار رقیق خون قلیز، اکسیتوسین هم که وظیفه رو بشناخته. خب دیابت انسیپیدیس خلاصه تشریح میکنیم، بیشتر هم بگفتیم. وقتی که ADH کم باشه، دیفیشنسی داشته باشیم، ADH که کم باشه، مریض میره سمت دیابت بیمزه، انسیپیدوس به آنهای بیمزه. به چی حالت ها ایجاد میشه دکتر صاحب؟ میتونه در ضرباتی که به سر ایجاد میشه، تومورها، انتانات و همچنین قسمت هایی که هایپوتلاموس آفاتی که درگیر میکنه، میتونه همین قسمت خلفی، فوس خلفی، قدر نخمیه تخریب بشه و ADH تولید نشه. نه؟ چی داریم به اینجی؟ هایپر دیوریزیس و لو اسپسیفیک گراویتی، یعنی مریض هایپر دیوریزیس، ادرار زیاد داره، دیوریز زیاد داره، همراه با وزن مخصوصی پایین ادرار، ادرار وزن مخصوصی کم داره، ادرار یعنی رقیقه مثل آب مقطره، لو اسپسیفیک گراویتی یعنی اسپسیفیک گراویتی ادرار یعنی وزن مخصوص ادرار، صحیح شد، وزن مخصوص ادرار کم میشه یعنی رقیق میشه ادرار. خب میایم دکتر صاحب با حالت خودشون میخونیم که فرض کنیم حالت رو میخونیم که برعکس از او حالته، این appropriated ADH میخونه، یعنی چی؟ یعنی ADH بیش از حد تولید میشه. بودم ما و شما به دیابت انسیپیتوس گفتیم که ADH تولید نمیشه یا کم تولید میشه، اگر برعکس زیاد تولید شد چه کار میشه؟ این به نام ADH excess میگن، صحیح شد؟ یعنی چی؟ یعنی inappropriated یعنی نامناسب secretion یا افراز is secretion inappropriated of ADH antidiuretic hormone، یعنی وقتی که دیوریتیک هورمون به شکل نامناسب زیاد افراز بشه چیکار میشه؟ برعکس وقتی که گفتیم به حالتی که دیابت بیمزه میشد، کاهش ADH داشتیم، ادرار چیکار میشد؟ رقیق میشد. خون چیکار میشد؟ قلیز میشد. حال برعکسه، خون رقیق میشه، ادرار قلیز میشه، دقیقا برعکسه. به او خاطر خون که رقیق شد یعنی چی؟ هایپوناترمی ایجاد میشه، خون رقیق سدیم خون پایین میایه، هرچی خون رقیق شه الکترولیت ها سطحی پایین میایه. یعنی چی؟ اگر شما یک لیتر او داشته باشیم به داخلی و یک قاشق شکر بریزیم، خب طبعا شیرین نمیشه، ولی شما اگر یک گلاس او داشته باشیم و یک قاشق شکر بندازیم شیرین میشه. خب واضحه وقتی که حجم خون زیاد بشه، یعنی قسمت مایع خون زیاد بشه، خب الکترولیت های فیصدی و کم میشه دیگه، همین به نام هایپوولمیا یاد میکنیم، هایپر ولومیا یا چی؟ یا بلند رفتن خود خون میشه، یا خون رقیق میشه، حجم خون زیاد میشه و ادرار قلیز میشه. و چیکار میشه دکتر صاحب؟ سریبرال ادیما ایجاد میشه و نیوروجیک سیپتوم و اوزیمای دماغی، دماغ ورم میکنه و نیوروجینیک سیپتوم و اعراض عصبی ایجاد میشه. همین حالت دکتر صاحب کی ایجاد میشه؟ همین کی ADH زیاد افراز میشه؟ از تومورهای مثل چی؟ تومورهای اسمال سل کانسر، اسمال سل ها شما به سمستر پیش بخوندیم، شوش ما یک سرطان شوش به نام اسمال سل داشتیم، یاد شما نه؟ لانگ کانسر ها اسمال سل یا اسمال سل یا اجرات کوچک، اگه یاد شما باشه 76% گفتیم اجرات سرطان های خود شوش از نوع اسمال سل، اینا ADH تولید میکنم، سطح ADH خون بالا میره، یا ای که بعضی از امراض شوش هم سبب بلند رفتن ADH میشه، یا پوستریور پیچیتوری اینجوری یا ضرباتی که در قسمت خلفی ایجاد میشه سبب تحریک ساخت ADH میشه. و همچنین یک گپ خیلی خوبه که اینجا داره، نورمال بلد ولیوم اند نو ادما، ما به اینجا ولو که ADH بالا رفته، خون رقیق شده، بازم ما حجم خون زیاد نداریم و ورم یا اوزیمان به اطراف ایجاد نمیشه. این خوبی اونه،
ای برعکس دیابت میلیتوس دکتر سایا، با کتاب شما این خلاصه آمده، من کمی مشرح‌تر به شما گفتم. پس ADH وظیفه و چیه؟ انتی دیورتیک هورمون، ضد ادرار، نمیگذاره ادرار زیاد بشه. وقتی که ادرار نقلی زیاد بشه حجم خون نرمال میمونه. فرض کنیم حالتی که برعکس باشه، اگه ADH تولید نشه ادرار زیاد میشه، ادرار رقیق میشه و خون غلیظ میشه و این سبب از بین رفتن تا سبب عظیم میشه که مریض را از بین ببره، خون خیلی غلیظ میکنه. اگر با برعکس ADH زیاد شد چیکار میشه؟ یعنی یک سری مشکلات ایجاد میشه، ادرار غلیظ میشه، خون با خیلی رقیق میشه. بازم این حالت کمتر کشنده، ولی حالتی که ADH نباشه زیاد کشنده. دیابت میلیتوس وقتی که دیابت میلیتوس صحیح شد، وقتی که قند گلوکوز خون بالا بره، دیابت انسیپیدوس حالتیه که مریض زیاد او میخوره، زیاد به ادرار میره ولی قندی او نرماله. علت از ADH یا میتونه سنترال باشه یا میتونه پریفرال باشه. سنترال حالتیه که خود هورمون به این قسمت به خود نخامیه ساخته نمیشه. پریفرال اینه که این ساخته میشه ولی گرده ها خوب رسپانس یا پاسخ به هورمون نمیدن. خب این بود بحث شما، قده نخامیه تمام شد. انشالله به جلسه دیگه خود شما قده درقیه یا تایروئید شروع میکنیم. خداحافظ و نگهدار شما.